نکنه تو فرشته مرگی که همش دنبالم میای. نه 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 نه، ببینین، شما به من میگین فرشته مرگ، من برای طول عمرتون دعا میکنم. من یه دریای طوفانی هم، نمیتونی حرمو تغییر بدی. این حسی که اسمشو گذاشتی عشق هیچ اهمیتی نداره. 4 سال تفاوت که اهمیتی نداره. ما فقط 4 سال اختلاف نداریم امیر، ما برای همدیگه احترام قائلیم، رابطمون مقدسه. کوئی چاند رکھ میری شام پر. الو، چی شد؟ یاد من افتادی؟ چی فکر کردی رباب خانم؟ که من یه پسر و یه بچه کوچولو هم؟ که تا ببینه هوا تاریک شده زود تصمیم بگیره بیاد خونه؟ نه خیر، من نمیام، خودم هم میدونم، اصلا به فکر من نیستی، چون دیدی مامان و بابام نگرانن بهم زنگ زدی. هنوزم از دستم عصبانی؟ بگو، از دستم عصبانی دیگه، حرف بزن. امیر، قبول دارم از دستت ناراحتم، از دستت شاکیم، ولی چیزی بینمون نیست که دیگه نخوام بهت زنگ بزنم. امیر، تو سن تو پیش میاد یه تصمیمات احساسی میگیرین، حدود روابطو متوجه نمیشین، ولی من که عاقلم، من همه حرفاتو میفهمم. تو برگرد خونه، بعد با هم دیگه میشینیم یه راه حلی پیدا میکنیم. خب منم اومده بودم با حرف بزنم، اومده بودم پیشت، ولی از اتاق بیرونم کردی. خدا رو شکر کن فقط گفتی از اتاق برم، اگه میگفتی از دنیا برم الان دیگه هیچ کس نبود تماس تو جواب بده. امیر لطفاً از اینجور حرف رو نزن، لطفاً برگرد خونه. ولی قبلش اینو به هم بگو، کی بهت فشار آورده؟ مامان یا بابا؟ که انقدر داری زورم میکنی. خودم نگرانتم، خیلی هم نگرانتم، تو داداش کوچیکمی امیر. بسه، بس کن ربا، بسه. خواهش میکنم این بازی رو سر من در نیار. اگه یه بار دیگه در مورد خودم و خودت رفض خواهر و برادر بیای، قسم میخورم دیگه پاتو اون خونه نمیذارم، دیگه نمیام. به نفته که حرفمو باور کنی. باشه، خیلی خوب، باشه، دیگه این چیزا رو نمیگم، فقط 3 تا کلمه میگم. برگرد بیا خونه. باشه، الان میام. امیر بیا اینجا. تو چت شده؟ عشق، من عاشقت شدم، یه عشقی که از طوفان توی اقیانوس هم شدیدتره، یه عشقی که هر چیزی سر راهش باشه رو خودش یه تنه میتونه جا به جا بکنه. اینطوری عاشقت شدم. میدونی چیه؟ وقتی مادر و پدرم فوت شدن تو 5 سالت بود، دایی و زندایی من آوردن تو این خونه،
تو 4 سال ازم کوچیکتر بودی. من اینجا باهات بازی میکردم، با دست خودم غذا درست میکردم و بهت میدادم، صورتتو میشستم، بغلت میکردم و تو کل خونه میچرخوندمت. بعد تو چطور همچین حسی به من داری؟ رباب جون، فرق ما فقط 4 ساله. 4 سال تفاوت که اهمیتی نداره. ما فقط 4 سال اختلاف نداریم امیر. ما برای همدیگه احترام قائلیم. رابطمون مقدسه. احترام، تقدس، حرمت، اینا همش برای روابط خونیه. منم فقط اونا رو قبول دارم. تا امروز هیچ وقت با نظر بد ندیدمت. اگه فقط اینو بخوام که از این به بعد توی زندگیم همیشه کنارم باشی، کجاش غلطه؟ نمیفهمم. این درسته، حلالم هست امیر. هیچ وقت فکر کردی نظر من در مورد چیه؟ تو برای من کی هستی؟ خب با ابراز عشقم فکر تو رو هم عوض میکنم رباب جون. من یه دریای طوفانیم، نمیتونی حالمو تغییر بدی امیر. خجالت بکش، خجالت بکش. از چه دریایی حرف میزنی ها؟ ها؟ تو خجالت نمیکشی؟ این حسی که اسمشو گذاشتی عشقی چه اهمیتی نداره، اونم برای دختری که مثل خواهرته. واقعا شرم‌آوره که همچین کلماتی رو واسه اون به کار میبری. این خواهر من نیست. چندین بار سعی کردم بهتون بفهمونم مامان، ولی حرف منو نمیفهمیدین. خب چی کار میکردم؟ تا حالا فکر کردی؟ تا حالا فکر کردی که اگه بابات بشنوه چی میگه؟ که پسر شاخ شمشادش چه فکرایی تو سرشه؟ مامان، تو زندگی یه چیزایی رو باید قبول کرد که منم قبول کردم. رباب جون، اول و آخر عشق زندگی منه. اگه بخوام ازدواج کنم، فقط با رباب جون ازدواج میکنم. کل داستان عشق من فقط 2 جمله است. اگه میخوای به بابا بگی، خب بگو، اصلا برام مهم نیست. بابا چی کار میکنه؟ میخواد منو بکشه؟ خب بکشه. میخواد از ارث محرومم کنه؟ خب بکنه. هیچ کس برام مهم نیست. ولی اگه کسی به جدا کردن من و رباب جون حتی فکرم بکنه، یه بلایی سر خودم میارم که تا عمر دارین پشیمونی بکشین. امیر، زندایی خودتون رو کنترل کنی. نیایش بیا زندایی رو بگیر. مامان چه شد یهو؟ میرم آب بیارم. چی شدی آخه؟ این حرفا رو نزن. معلوم نیست تو چه حالی بوده که حرف منو گوش داده، اونم همون اول. واقعا تعجب کردم وقتی راضی شد با اون دختره ازدواج کنه. واقعا کار عجیبی بود. با اینکه پدرشم واقعا افتخار میکنم. آره واقعا من خیلی شوکه شدم. تو این قضیه اینقدر حرف گوش کن شد بابا. یه چیزی ازتون بپرسم؟ آره دخترم بپرس. شما فکر میکنین برای آدمی مثل زینال دختری مثل رباب مناسبه؟ منظورم اینه اگه اون ناامیدش کرد و خوشبخت نشدن چی؟ این چه حرفیه؟ ناامید دیگه چه، بهترین دختره. دکتر به این خوبی تو بیمارستان به این بزرگی کار میکنه، کارش عالیه. بعدم خانداده شد مگه کیه؟ هنوز فوق لیسانسش هم نگرفته، 2 ترم هم مشروط شده. دقیقا همینه. من که فکر میکنم به خاطر مدرکش ازش خوشش اومده. نه اصلا اینطور نیست. ببین زندگی رو درک قشنگ میکنم. خودمونو ببین. تا حالا چطوری تحملت کردم؟ آره خودت بگو. چی؟ دقیقا منظورت از این حرف چی بود؟ منظوری ندارم دیگه. برید خونشون. برای این هفته نامزدی رو قطعی کنم. میخوام همین هفته نامزد بشن. همین. باشه حتما. من با داداش حرف میزنم. بابا مامانو اذیت نکنی.
تو هر چیزی یه تیکهی به من میندازه. الو. سلام دکتر رباب، یادتون هست امروز ساعت 4 شیفتتونه؟ بله یادمه، خیلی ممنون تماس گرفتین، سر وقت میرسم. ممنون، خداحافظ. خداحافظ. چه خبرته؟ کل خانواده رو به هم ریختی؟ آخه تو چت شده؟ به کارای من کار نداشته باش نیایش. اصلا تو کی هستی در مورد من اینطوری بگی؟ تا مگه فردا از یه پسری خوشت بیاد من تو کار تو دخالت نمی کنم. دوتامون مستقریم. حواست که هست، فردا باید بری خوابگاه، بعد هنوز وسایلت هم جمع نکردی. خوابگاه؟ من عمرم برم خوابگاه. یعنی چی؟ تا وقتی ضمانت نگیرم که رباب فقط مال منه، هیچ جا نمیرم. و کی میخواد این ضمانت رو بهت بده؟ رباب جون خودش. خودم خوب میدونم نیایش براش داره خواستگار میاد. اگه من الان کاری نکنم، مامان و بابا به یکی دیگه میدنشو. این پسر دل و دماغو ازمون گرفته. از تو فقط دارم میلرزم. وحشت کردم وقتی حرفاشو شنیدم. شما ندیدین بابا چطوری منو جلوی امیر و رباب کوچیک میکرد؟ به نظرم بابا هم تو این قضیه مقصره مامان. از بچگی تا الان همش تو گوشم خونده که مثل رباب باش، همش رباب 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 رباب. امیرم همینو دیده دیگه. از بچگی تا وقتی نوجوان بود، حتی تا همین الان بابا همش تو گوشمون خونده که بدون رباب این خونه هیچی نیست. ما هم که اصلا به چشش نمیاییم، انگار فقط رباب تو این خونه است. دخترم ما چه میدونستیم بچه ای رو که با این همه امید و آرزو برداشتیم و وردیم تو خونمون، همون در و دیوار این خونه رو میلرزونه. آخه از کجا میدونستیم؟ مامان این قضیه فقط یه راه حل داره، رباب هر چه سریعتر ازدواج کنه. وقتی که رباب بره، اون فکر و خیالایی که تو سر امیرم هست از عشق رباب از سرش میافته. دوست بابات اومده بود به دیدنش، اونا هم که دیگه ربابو پسندیدن. خب اینو به رباب گفتی؟ من برم بهش بگم؟ من که میترسم این خبر خوش یه وقت از دماغمون در بیاد. وقتی امیر بفهمه که داریم رو بابا شوهر میدیم، اون وقت چی میشه؟ مثل اینکه خوابت نمیاد، مثل روح را افتادی. آره وقتی یه قضیه خیلی مهم هست خواب از چشمم میپره. آها حالا اون قضیه مهم چیه؟ بگم؟ سریا من زیاد وقت ندارم، هرچی میخوای بگی و زود بگو، ادا در نیار. باشه میگم. بابا داشت میگفت که این هفته یه تاریخ رو مشخص کنیم برای نامزدیت، حالا نظرت چیه؟ آی خدا، نیکی و پرسش؟ نامزدی چیه؟ من که میگم تاریخ عروسی رو مشخص کنیم. واقعا؟ آره، کجای حرفم عجیبه؟ چون بدون اینکه دختره رو ببینی بله رو گفتی، اینو دیگه اصلا نمیتونم حذف کنم. سریا، تو زندگیم اولین باریه که تونستم خودمو به بابا نشون بدم. الان فهمیده که مهمترین تصمیم زندگیمو دارم به خواست اون میگیرم. یه کلمم رو حرفش حرف نزدم دیگه، چی میخواد؟ آها
پس قضیه اینه. اون دعواها، اون تهدیدا که ازدواجم باید به نظر خودم باشه، وگرنه ازدواج نمی کنم، اونو چی شد؟ نشنیدی میگن بدتر از کوری بیشوریه؟ فکر کن منم تا حالا اینطوری بودم. آها فهمیدم، پس عبارت دکتر رباب خیلی زیاد رو تأثیر گذاشته نه؟ درست میگم؟ خیلی چیزا هست که تحت تأثیرشم، ولش کن. باشه، یه مشورتی بهت بدم، اونم کاملا رایگان. مشورت با تو؟ اونقدر بدبخت شدم که مشورت تو رو گوش بدم؟ بگو. ولش کن. آی بگو چی شده؟ میخوام قبل از این که نامزد کنین یه بار دکتر ربابو ببینی، نظرت چیه؟ حالا یه وقتایی حرفایی گنده گندهی میزنی، فکر بدی هم نیست. حله دیگه چی؟ حله به نفیس خانوم بگم؟ برای چی به نفیس خانوم بگی؟ من اگه میرم خونه شون. اینو فقط بپرس که دکتر رباب شیفتش کی و تو کدوم بیمارستانه، میرم همونجا میبینمش، خونه شون که نمیرم. باشه، حرف من رو تأثیر کرد. حرف تو کجا بود دیگه؟ برو بیرون ببینم. خیلی خوب الان میرم. باشو. دردم گرفتا، اثر داشت؟ اثر کرد. خودم میرم میبینمش برای چندمین بار. میگم ابرار زنگ زده بود، خیلی برای این وصلت ذوق دارن، میگفت یه تاریخ بذاریم برای نامزدی. ولی ما که هنوز با رباب حرفی نزدیم، نمیدونیم از این ازدواج راضیه یا نه، نه هنوز پسره رو دیده. تا رباب راضی نباشه که این ازدواج سر نمیگیره خانم. یه کاری کن، همین امروز نظر ربابو بپرس، اگه بخواد زینال رو ببینه خب حق داره. میگم زینال بیاد خونه، شما هم ببینیدش. نه نه به نظرم نیازی نیست، فعلا چیزی به زینال نگو، یکم صبر کن. راستش هنوز چیزی در این مورد به امیر نگفتم. چرا هنوز هیچی از این ازدواج به امیر نگفتی؟ آخه اون حتما باید خبر داشته باشه، مثلا قضیه خواهر عزیزشه. اسد ببین، فردا تعطیلاتش تموم میشه، داره برمیگرده خوابگاه. خودت هم که میدونی چه پسر احساساتیه، چقدر با رباب صمیمیه. نمیخوام درسش لطمه ای بخوره اسد. بذار همونجا بمونه، اگه چیزی از رباب بفهمه یه وقت بچم دو دل نشه. منم اصلا نمیخوام الان اعصابش خورد شه، بذار همونجا بمونه لطفا، خواهش میکنم. بابا مامان راست میگه، اگه امیر چیزی از ازدواج رباب بفهمه دیگه نمیتونه رو درساش تمرکز کنه. یعنی دوتاتون نظرتون اینه بدون اینکه به امیر بگیم ازدواج رباب رو پیش ببریم؟ آخه فردا که امیر خبردار شه از دستمون ناراحت میشه که برای خواهر صمیمی و عزیزش خواستگار اومده قبول کردیم و هیچی بهش نگفتیم. ببین اینا رو همه رو بسپار به من، من خودم حلش میکنم. باشه هرچی شما دوتا بگین، ولی نکنه امیر ازم گله کنه. باشه من برم، تو هم امروز از رباب نظرشو بپرس تا بتونم یه جواب مشخصی به ابرار بدم. باشه خداحافظ. مامان رباب چرا هنوز نیومده؟ شیفتش دو ساعت هست که تموم شده. میاد حالا، کجا رو داره که بره؟ خونش هم همینجاست. مامان میگم نکنه رباب حرفای دیشبمونو شنیده باشه، ممکنه ناراحت شده باشه. آخه این حرفا چیه که تو گوشم میخونی؟ دلم شور میفته دختر، معلوم نیست که زندگیمونو چشم زده، همه ی آرامشمون از دست رفته. اون دختره که نیومده، امیرم که تو اتاقش حبسه، تو هم که داری این چرندیاتو تو گوشم میخونی. باشه نگران نشین، این موضوع هم بسپاریم به من، خودم درستش میکنم. باشه. الو. الو. سلام عمو جان، زینال هستم. علیک السلام، حالت چطوره زینال؟ پسرم چطوری؟ بله منم خوبم، شما چطورین؟ حالتون خوبه؟
منم خوبه خوبم پسرم. بابات یه حرفی به هم زده که خیلی خوشحالم کرده. باشه عمو جان، اگه اشکال نداره میتونم روبابو ببینم؟ پسرم چرا باید اشکالی داشته باشه؟ من خودم هم میخوام شما دوتا همدیگر رو ببینید، همدیگر رو بپسندید. شب پاشو بیا پیشمون. نه عمو جان، راستش تو خونه نه، میخوام تو بیمارستان همو ببینیم اگه شما اجازه بدین. باشه خوبه. خیلی ممنون عمو جان. ممنون، خداحافظ عمو جان. چی شده؟ چی کار داری؟ چه خبرته؟ کل خانواده رو به هم ریختی؟ آخه تو چت شده؟ به کارای من کار نداشته باش نیایش. اصلا تو کی هستی در مورد من اینطوری بگی؟ تو مگه فردا از یه پسری خوشت بیاد من تو کار تو دخالت نمی کنم. دوتامون مستقریم. حواست که هست، فردا باید بری خوابگاه، بعد هنوز وسایلت هم جمع نکردی. خوابگاه؟ من عمرم برم خوابگاه. یعنی چی؟ تا وقتی ضمانت نگیرم که رباب فقط مال منه، هیچ جا نمیرم. و کی میخواد این ضمانت رو بهت بده؟ رباب جون خودش. خودم خوب میدونم نیایش براش داره خواستگار میاد. اگه من الان کاری نکنم، مامان و بابا به یکی دیگه میدنشو، منو بیچاره میکنن. یعنی چی میخوای؟ قبل از این که بری خوابگاه، مامان و بابا برای تو و رباب عروسی بگیرن ها؟ تا این حد منظورم نیست، فقط اینو میخوام که مامان و بابا و رباب خیالم رو راحت کنن که تا وقتی درسم تموم نشده همچین کاری ازشون سر نمیزنه. تو چت شده؟ مگه احمق شدی؟ اینقدر مثل دیوونه ها حرف نزن امیر. من بهت ضمانت میدم، تو این قضیه خودم کمکت میکنم. دارم میرم بیمارستان، میخوام ربابو بردارم بیارم، تو هم با هم بیا، هر حرفی هم داری بهش بزن. باشه، اگه به هم کمک کنی منم بهت قول میدم تو زندگیت هوا تو داشته باشم. خیلی خوب دیگه بیا.
نیایش، اینجا چی کار میکنی؟ چرا اینقدر تعجب کردی؟ وقتی شیفتت تموم شده ولی هنوز خونه نیومدی؟ گوشیت هم خاموش کردی؟ نمیتونم بیام یه حالی ازت بپرسم؟ نیازی نیست اینقدر نگرانم باشی. من جوجه نیستم، یه پرنده بالغم که به جز آشیونش جای دیگه ای رو بلد نیست. آخه امروز دکتر دیبا رفته مرخصی، باید شیفت اونم وای میستادم. میتونستی خبر بدی که؟ گفتم حال زندایی خوب نیست، فکر کردم شاید خواب باشه. چطوری بخوابه؟ آرزوهای یه عمرش دارن به باد میرن. آخه پسرش حالش خوب نیست. مامان خیلی ناراحته. به هر حال امیرم با هم اومده، بیرون منتظرته. خب چه کاری ازم برمیاد؟ ببین، هر قدر از امیر دور باشی و ازش فرار کنی، اون بیشتر دنبالت میاد. خب من چی کار کنم؟ من بهت میگم چی کار کنی. بیا اینجا پیشم بشین یکم صحبت کنیم. فکر میکنی با این کارا درست میشه؟ یعنی امید الکی دادن به امیر؟ خب نکنه میخوای بهش یه امید واقعی بدی؟ این چه حرفیه میزنی؟ رباب، ما چاره جز این نداریم. چرا درک نمیکنی؟ اگه سر امیر رو به خاطر این دیوونگی و حماقت شیره بمالیم، اینطوری میتونیم عقلش رو بیاریم سر جاش حداقل. تو که بهش بگی، باهاش حرف بزنی، آروم میشه. وگرنه خودت که میشناسیش، رو سرمون خونه رو خراب میکنه. لطفاً الان برو بهش بگو رو درسش تمرکز کنه و بره خوابگاه. وقتی که وقتش برسه هممون با هم تصمیم میگیریم. حس نمیکنی این دلخوشی علکی و وعده و وعید دادن بعدن برامون درد سر ساز بشه؟ رباب، ما هیچ چاره دیگه ای جز این نداریم. چون امیر گوشش به حرف دیگه ای بدهکار نیست، پس ما هم همون چیزی رو میگیم که دلش میخواد بشنوه. اگه اون میتونه ازمون باج بگیره، ما هم میتونیم سنگ قلابش کنیم. ساده است. حقیقتو که بفهمه از من متنفر میشه. رباب، با این عشقی که اون نسبت بهت داره، بهتره هزار برابرش متنفر بشه. حالا برو، بیرون منتظرت نشسته. پاشو دیگه. چیزی تو نشد؟ مشکلی نداره. شما دنبال چیزی میگردین؟ بله، میخواستم برم اتاق پزشکا. از همینجا برین سمت راست. باشه، ممنونم، بازم عذر میخوام. نه نه، مشکلی نداره. روکه روکه فیلم هی آوار پنکا سلا سوکه سوکه سرشته بھیگا بھیگا گلا. مون، نیایش نمیاد؟
نیایش از اینجا میره خونه. اون میره خونه؟ یعنی ما میخواییم بریم یه جای دیگه؟ یه حرف خیلی مهمی باهات دارم. تو برو، الان میگم. باشه. سلام خانم دکتر. تو؟ چرا این سایه دنبال من را افتادی؟ هر جا میرم این شیطون میرسه. از دست شما. آدمی که این فرشته است و بهش میگین شیطون خیلی بده. فرشته ها از این کارا نمی کنن. نکنه تو فرشته مرگی که همش دنبالم میای. نه، ببینین، شما به من میگین فرشته این مرگ، ولی من برای طول عمرتون دعا میکنم. تازه این دعا را هم میکنم که تو این سفر طولانی زندگیتون یه شریکی مثل من پیدا کنید. تو چقدر رو داری؟ چه حرفای گنده گنده میزنی؟ فکر نمیکنی یکم باید بترسی؟ ترس؟ ترس از چی؟ از واکنشم، از عصبانیتم، از ناراحتیم. من دلم پاک خانم دکتر، مطمئنم از دستم ناراحت نمیشین. برای اینکه برای اینکه احساساتی که از چشمان بیرون میان شما رو کاملا بیقرار میکنن. خب حقم دارین، تو خیلی خودتو دوست داری. نه، فکر میکنم همه اینا به خاطر قسمته که همش هم دیگر رو میبینیم. حس میکنم که شما هم علاقه دارین. خیلی خودتو دست بالا نمیگیری؟ من از اون دخترا نیستم که به راحتی به دست میان. اگه این فرهاد کوهم بکنی بازم چیزی دستگیرت نمیشه. آقا منو به چالش میکشین؟ هر فکری میخوای بکن. پس باشه، این چالشتونو میپذیرم. اصلا این قولو بهتون میدم که توی همه سفرهای زندگی هیچ وقت از کنارتون نرم. قول میدم. میبینمت. یه لحظه، قول شرف میدم. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.